بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. دوستای عزیز، خوش آمدین باز هم با مباحث اقتصاد پولی. ادامه از مباحث اقتصاد پولی است، رشته محاسبه یا دیپارتمنت محاسبه. در این بخش درس امروز ما و شما است عناصر تعیین کننده نرخ تبادله. کدام عنصرها یا کدام عناصر نرخ تبادله را تعیین میکنه یا نرخ تبادله را کاهش و افزایش دو ارز را بین هم یا ارزها را تعیین میکنه و چی گونه اینمی ارزش ها در نرخ های تبادله تعیین میشه؟ سیست، نرخ تبادله در بازار اسعار توسط عرضه و تقاضای اسعار یک کشور تعیین می‌گردد. معمولا نرخ تبادله در بازار اسعار یا نرخ تبادله اسعار یا نرخ تبادله ارزها از عرضه و تقاضا چی میشه؟ تعیین میشه. میزان عرضه و تقاضا نرخ تبادله را چی میکنه؟ تعیین میکنه. اگر تقاضا بر یک ارز بیشتر شوه، ارزش از او ارز یا نرخ ارز چی میشه؟ بالا میره. اگر تقاضا بر یک ارز کاهش پیدا بکنه چی میشه؟ ارزش یا نرخ تبادله ارز کاهش پیدا میکنه. در حقیقت یک رابطه مستقیم بین چی است؟ بین نرخ تبادله و تقاضای ارز است. هر قدر تقاضا بیشتر میشه نرخ افزایش پیدا میکنه، هر قدر تقاضا کاهش پیدا میکنه نرخ چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. اما در ارزش چی است؟ یک رابطه معکوس است، یک رابطه غیر مستقیم، یک رابطه منفی است. هر قدر عرضه ارز بیشتر میشه نرخ تبادله ارز کاهش پیدا میکنه. هر قدر عرضه ارز کاهش پیدا بکنه نرخ تبادله ارز چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. به این ترتیب عوامل که بالای عرضه و تقاضای اسعار تأثیر دارند، عناصر تعیین کننده نرخ تبادله هم می باشند. او عناصر که اثر داره بالای عرضه و تقاضای ارز، چون در حقیقت تقاضا و عرضه ارز تعیین کننده نرخ تبادله هست، میگه او عناصر که اثر داره بالای تقاضا و عرضه ارز، اونمو عناصر در حقیقت اثر داره بالای چی؟ نرخ تبادله. که او عناصر را به صورت درست و دقیقش زیلن بر شما میگیم و در ادامه هر کدام را تحت عنوان جداگانه بر شما چی میکنیم؟ تشریح میکنیم. یکی چی است؟ تجارت خارجی است. میزان صادرات و واردات، میزان خرید و فروش کالاها بین کشورها. دوم عنصر کی است؟ چی است؟ تغییرات نرخ ربح یا نرخ بهره. سومین عنصر که دخیل است در نرخ تبادله یا نرخ تبادله را تعیین میکنه یا میای اثر میگذاره بالای عرضه و تقاضای ارز، تفاوت سطح قیمت ها است، که قیمت های کالاها چقدر از هم تفاوت داره بین کشورها. چهارمین عنصر انتقالات بلند مدت سرمایه است. سرمایه هایی که انتقال پیدا میکنه از یک جای به جای دیگر به صورت بلند مدت، این اثر داره بالای چی؟ بالای نرخ تبادله. مثلا فرد میایه با میزان 100,000 دلار امریکایی سرمایه های خود را از کشور ما شما انتقال میده به کشور بیرونی، بنان چی کرده؟ در حقیقت پول ارز را یا پول دلار را یا ارز دلار را از کشور ما شما بیرون کرده. انتقال ازی در یک کشور دیگه به این معناست که عرضه دلار در کشور ما شما کاهش پیدا کرده. ارزش که کاهش پیدا کرد، ارزش دلار چی میشه؟ بالا میره یا نرخ تبادله دلار افزایش پیدا میکنه. ولی در کشور دومی که برده پول را انتقال داده یا دلار را انتقال داده، به این معناست که عرضه دلار در او کشور زیاد شده. وقتی که عرضه دلار در او کشور زیاد میشه چی میشه؟ نرخ تبادلهش در او کشور کاهش پیدا میکنه. در ادامه انشالله در رابطه با او بیشتر بحث میکنیم. پنجمین عنصر چی است؟ مداخلات در بازار اسعار است. چه قسم مداخلات؟ دست هایی که مداخلگر هستند میاین اثر میگذارن بالای عرضه و تقاضای ارز در بازار اسعار، و یا اثر دارن بالای چی؟ نرخ تبادله.
ششمین عنصرش چیست؟ انتظارات و عوامل روانی است. انتظارات مردم از تغییرات نرخ تبادله چی هست؟ انتظارات مردم از عرضه و تقاضای ارزها یا اسعار چی هست؟ و این اثر داره برای چی؟ بالای نرخ تبادله اسعار. حالا میاییم دوستای عزیز هر عنصر را به صورت درستش تحت عنوان جداگانه مفصلا چی میکنیم؟ برای شما تشریح میکنیم و شما دقیق متوجه بشین که چگونه یا اثر میگذارم بالای عرضه و تقاضا و عرضه و تقاضا چگونه اثر میگذاره بالای چی؟ نرخ تبادله. البته عرضه و تقاضای ارز منظور ماست، نه عرضه و تقاضای کالاها. اولین عنصری که اثر داشت در نرخ تبادله چی بود یا تعیین میکرد نرخ تبادله را؟ تجارت خارجی بود. پس تجارت خارجی عامل تاثیرگذار بسیار مهم بالای عرضه و تقاضا در بازار اسعار است. صحیح است؟ چی میشه؟ به میزانی که کالاهای ما شما صادر میشه، به این میزان تقاضا بر پول افغانی افزایش پیدا میکنه. صحیح است؟ به میزانی که تقاضا بر یک کالای پاکستانی افزایش پیدا میکنه، به این میزان تقاضا بر چی است؟ عرض کالای پاکستانی چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. پس بنابراین تجارت این رول رو داره. واردات منجر به تقاضا و اسعار و صادرات منجر به عرضه اسعار در یک کشور میگردد. وقتی که ما واردات میکنیم، تقاضا بر عرض کشورهای بیرونی زیاد میشه. مثلا کالا از چین میاریم، یوان چین را بیشتر تقاضا میکنیم یا عرض چین را بیشتر تقاضا میکنیم. کالا اگر از آمریکا تقاضا داشته باشیم یا واردات ما بیشتر از آمریکا شود، بیشتر تقاضای ما شما بر عرض دلار چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. همچنان میگه عرضه اسعار در یک کشور چی است؟ سرپذیر از میزان صادرات است. هر قدر ما و شما صادرات ما بیشتر شود، صادرات خود انجام بدیم به کشورهای بیرونی، ارزهای بیرونی در کشور ما و شما چی میشه؟ عرضه میشه، ارزش افزایش پیدا میکنه. چرا؟ به دلیل از اینکه کالاهای ما و شما که صادر میشه، کالاهای افغانی به کشورهای دیگر، افراد دیگر میاین چی میکنن؟ با پول ما و شما مجبور هستن که خرید انجام بدن. وقتی که با پول افغانی خرید را انجام میتن، میاین ارزهای در دست داشته خود را در بازار اسعار عرضه میکنن، در مقابل پول افغانی را چی میکنن؟ تقاضا میکنن یا خریداری میکنن یا تبادله میکنن. وقتی در بازار اسعار یا بازار ارزها آمدن، ارزهای بیرونی را آوردن، چی میشه؟ عرضه ارز بیشتر میشه. سیست بنان صادرات اثر داره بالای عرضه و واردات اثر داره بالای تقاضای عرض. واردات بیشتر با ثابت فرض نمودن سایر عوامل تقاضای بیشتر اسعار خارجی را به دنبال داشته و باعث افزایش نرخ تبادله میگردد و به این ترتیب کاهش ارزش پول داخلی را چی میشه؟ سبب میشه. هر قدر واردات ما بیشتر شود چی میشه؟ تقاضا بر ارز بیشتر میشه. ولی نکته را فراموش نکنید که سایر عوامل را اگر ثابت فرض بکنیم، عوامل گوناگونی میتونه که اثر بگذاره بالای چی؟ تقاضای ارز. بنابراین اگر واردات ما بیشتر میشه، عوامل دیگه اقتصادی یا متغیرهای دیگه اقتصادی را ثابت فرض بکنیم، تقاضا بر ارز بیشتر میشه. وقتی که تقاضا بر ارز بیشتر میشه، ما مجبور هستیم پول خود را با ارز چی کنیم؟ تبادله بکنیم. پول ما و شما ارزش زیاد میشه. ارزش پول داخلی که زیاد شد، کاهش ارزش پول داخلی داره و در مقابل چی است؟ نرخ تبادله ارز افزایش پیدا میکنه. یعنی تقاضا که بیشتر میشه با ارز بیرونی، با پول خارجی چی است؟ نرخ تبادله پول خارجی افزایش پیدا میکنه. در مقابل ارزش پول داخلی ما و شما چی است؟ کاهش پیدا میکنه. عکس موضوع یا برعکس موضوع در قسمت افزایش صادرات چی است؟ صدق میکنه. اگر صادرات ما بیشتر میشه، به این معناست که تقاضا برای پول داخلی ما و شما، پول افغانی بیشتر میشه. چرا که افراد بیرونی مکلف هستن با پول داخلی ما و شما خرید خود را انجام بدن. در بازار اسعار یا میان پول ما و شما را تقاضا میکنن، نرخ تبادله پول داخلی ما و شما افزایش پیدا میکنه، یعنی ارزش پول داخلی ما و شما زیاد میشه. در مقابل چی است؟ عرضه اسعار زیاد شده، ارزش از او پایین میشه و نرخ تبادله اسعار چی است؟ کاهش پیدا میکنه. تقاضای وارداتی یک کشور معمولا
تابع عاید ملی آن کشور می باشد. هر قدر عاید ملی یک کشور افزایش پیدا کند، تقاضای وارداتی کشور چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. افراد با درآمد بالا معاملات بیشتر انجام میتن، بنابراین سگ معاملات وارداتی ما شما بیشتر افزایش پیدا میکنه. با افزایش تقاضای وارداتی، تقاضا به اسعار خارجی برای خرید امتیاز وارداتی افزایش پیدا میکنه. درآمد که افزایش پیدا کرد، کالاهای بیرونی رو وارد میکنیم، واردات که افزایش پیدا کرد، تقاضا برای ارز بیرونی چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. یا تقاضا برای کالاهای بیرونی باعث افزایش تقاضا برای ارز میشه. این مطلب به این معنا است که عرضه پول داخلی برای خرید پول خارجی زیاد شده و در نتیجه با ثابت فرض نمودن سایر عوامل نرخ تبادله افزایش نموده و پول داخلی کاهش ارزش را نشان میدهد. وقتی که باز هم میگیم که تقاضا بر کالاهای بیرونی زیاد میشه، با در نظر داشتی که درآمد ملی افزایش پیدا کرده. چرا؟ چون تقاضای وارداتی تابع از درآمد ملی است. درآمد ملی افزایش پیدا میکنه، تقاضای وارداتی افزایش پیدا میکنه. تقاضای وارداتی که افزایش پیدا کرد، کالاهای بیشتر را وارد میکنیم، کالاهای بیشتر را که وارد میکنیم نیاز به ارز داریم. وقتی که تقاضا برای ارز افزایش پیدا میکنه، پول داخلی خود را چی میکنیم؟ عرضه میکنیم. در نتیجه نرخ تبادله ارز افزایش پیدا میکنه، ارزش پول داخلی ما شما چی است؟ کاهش پیدا میکنه. در پهلوی عاید ملی می توان از تفاوت سطح قیمت ها در بین کشورها و سیاست تجارتی کشورها به حیث عوامل گوناگون چی برد؟ نام برد که واردات و صادرات را متاثر ساخته و باعث تغییر در نرخ تبادله می شود. در پهلوی از اینکه تجارت اثر داره، بالای نرخ تبادله می توانیم سطح قیمت ها را و یا تغییرات در سیاست های تجارتی کشورها و عوامل دیگه بالای چی اثر داشته باشه؟ بالای میزان واردات و صادرات در یک کشور یا بالای خود تجارت در یک کشور که چی است؟ این اثر خود را میگذاره بالای ارز. قیمت ها را اگر برای شما بگیم، تفاوت سطح قیمت ها، کالای افغانی اگر قیمت باشه، کالای پاکستانی ارزان باشه، افراد دیگه از کشورهای دیگر رجوع میکنند با واردات کشور که کالاهایی که ارزان است. مثلا اگر ما و شما تولیدات بوت را داشته باشیم، بوت افغانی قیمتش بیشتر از بوت پاکستانی باشه، افراد ترجیح میتن که بوت پاکستانی را خریداری بکنن. بنابراین واردات ما و شما چی میشه؟ زیاد میشه و این اثر داره بالای نرخ تبادله و میزان نرخ تبادله را متاثر میسازه. یا اگر کالاهای داخلی ما و شما ارزان باشه، خارجی ها یا پاکستانی ها یا سایر کشورهای دیگه چی میکنن؟ کالاهای افغانی را خریداری میکنن و چی است؟ میزان صادرات ما و شما افزایش پیدا میکنه. افزایش میزان صادرات ما و شما باعث از این میشه که چی شود؟ نرخ تبادله پول داخلی ما و شما افزایش پیدا بکنه. افزایش نرخ تبادله پول داخلی ما و شما به معنای چی است؟ افزایش ارزش پول داخلی است. بنابراین دوستای عزیز، با آرزوی این که میزان صادرات ما و شما افزایش پیدا بکنه، یا حداقل اینکس ما و شما یا خالص صادرات ما و شما صفر شود، یا میزان واردات و صادرات ما و شما با هم برابر شود تا تعادل در ارزش پول داخلی خود را داشته باشیم و به این پیمانه تورم یا انفلاسیون ما و شما افزایش پیدا نکنه، قیمت ها افزایش پیدا نکنه که زیاد متاثر میشیم. افزایش درآمد هم باز هم اثر میگذاره بالای چی؟ بالایی که ما وارد کننده بیشتر باشیم. در یه آخر شما بسیار زیاد شاید ازی هستین که رسانه ها بحث ازی رو میگیرن که درآمد افراد باید زیاد شد یا میزان معاش افراد افزایش پیدا بکنه و این در حقیقت اینی اثر ناگوار را داره در بلند مدت که چی میشه؟ ما بیشتر وارد کننده میشیم، تقاضای وارداتی ما و شما زیاد میشه و به این پیمانه ارزش پول داخلی ما کاهش پیدا میکنه. ارزش پول داخلی باز هم با معنای ازی است که قیمت ها افزایش پیدا میکنه برای ما و شما. وقتی قیمت ها افزایش پیدا کرد، باز هم درآمد بسنده ما و شما نیست. بنابراین راه نجات ما و شما چی است؟ رشد سکتور تولیداتی ما و شما که چی شود؟ یک کشور صنعتی شویم، ان شاء الله صادرات ما و شما بیشتر شود. و این بود از مبحث اثری که عناصر تجارت یا تجارت خارجی بر چی داشت؟ بر نرخ تبادله داشت. دوستان عزیز، موفق باشین و معید. ان شاء الله مباحث بعدی را
با شما خواهیم بود.